رئیس تیم سازمان ملل برای تحقیقات درباره جنایات در عراق اعلام کرد گروه داعش مرتکب جنایات جنگی علیه پرسنل و دانشجویان غیرمسلح مسلح دانشکده افسری اسپایکر شده است کریم خان رئیس این تیم تحقیقاتی تاکید کرد ویدیوی منتشر شده از سوی داعش در ژوئیه 2015 که این کشتار را نشان می دهد، یک تحریک علنی و مستقیم برای ارتکاب نسل کشی علیه مسلمانان شیعه است وی در گزارش خود نیز اعلام کرده که شواهد آشکار و مجاب کننده نشان میدهند دهند های تندروی داعش در سال 2014 میلادی علیه اقلیت ایزدی دست به نسل کشی زده و همچنین توانستند سلاحهای شیمیایی ساخته و از آنها استفاده کنند. شورای امنیت سازمان ملل در سپتامبر 2017 به اتفاق آرا از سازمان ملل خواست یک تیم تحقیقات برای کمک به عراق به جهت حفظ اسناد و مدارک و حمایت از پاسخگو کردن در قبال جنایات جنگی جنایات علیه بشریت و نسل کشی ارتکاب یافته از سوی گروه تروریستی داعش هم در عراق و هم در سوریه تشکیل دهد کریم خان در ششمین گزارش خود به شورای امنیت اظهار کرد شواهد اخیر حاصل کاوش گروه جمعی اطلاعات استخراج شده از کامپیوترهای متعلق به داعش دیجیتالی کردن موارد و به کارگیری فناوری های پیشرفته پردازش اطلاعات است کریم خان که قرار است در پانزدهم جوان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی شود تاکید کرد این تحقیقات با سرعت در حال پردازش بوده و پیش بینی می شود که نتایج اولیه آن در عرض پنج ماه تکمیل شوند او اظهار امیدواری کرد که قانونگذاران عراقی پایه و اساسی قانونی برای پیگرد قضایی اعضای داعش از بابت جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی تصویب کنند. وی همچنین از قانون ارائه شده تا چند روز پیش به پارلمان منطقه کردستان با هدف تشکیل دادگاه مختار در حوزه جنایات بین المللی ارتکابی از سوی داعش استقبال کرد.